روز پنجم داریم میریم صبحانه بخوریم، اینترنت بگیریم. البته نه، اینترنتمون به طرز عجیبی کار کرده نمیدونم چرا. و بعدم آلوورا بگیریم، آلوورا هم بگیریم ببینیم که چجوری میشه. امروز ما تور نگرفتیم و چقدر خوب شد که نگرفتیم، برای اینکه هم خسته می شدیم هم این که یک کمی به درمانگری پرداختیم با آلوورا استراحت بکنیم و کلا خوب شد، خیلی هم خودمونو خسته نکردیم. ولی فردا یه تور خیلی باحاله که از صبح شروع میشه تا خیلی شب که اونم می بینیم. واو، نایس. ببین آب امروز خیلی بالاه، خیلی بالا و خیلی هم موج داره و موجاش هم بزرگه. تقریبا کسی نرفته تو آب امروز. امروز تا اینجا اومده آب دریا، قبلا تا اونجاها بودش، یعنی تا اینجا می اومد، ولی امروز قشنگ تا این کناره اومده. از روز ششم، امروز روز طولانی خواهد بود. ما داریم میریم هاوانا و برای اینکه بریم هاوانا گفتن که پاسپورتتون رو حتما همراهتون داشته باشین. الان تقریبا ساعت 8:00 اتوبوس میاد دنبالمون که بریم. تقریبا استخر خلوته، هنوز کسی نیومده و ساعت 2:30 هم برمیگردیم، به خاطر اینکه حالا میبینید که چه جوریه و چرا انقدر دیر برمیگردیم به هتل. بریم.
آب مدنی و دستمال توالت. خیلی چیز واجبی. ما سوار شدیم ولی برعکس این دفعه به موقع اومدش. حالا هیچ وقت به موقع نمی اومدن و ما هم بودو بودو رسونیم خودمونو. حالا هی ریزورت به ریزورت این اتوبوس حرکت میکنه و وای میسته ریزورتی که کسایی که میخوان این تور رو بیان و قبلا ثبت نام کردن و پولشو دادن فعلا همه رو سوار نکرده. ریزورت به ریزورت میره وای میسته سوار میکنن و حرکت میکنن.
این میدونه میدونه انقلابشونه، بهش میگن Revolution Square و فضای دور میدون که الان منم توش دارم راه میرم انقدر بزرگه که حالا طبق گفته اینا خودشون میگن که 1,000,000 نفر ظرفیت داره که آدم جا بشه. این ساختمونه وزارت ارتباطاتشون هستش و تصویری هم که روش هستش یکی از دوستای خیلی صمیمی آقای چگوارا بوده. این ساختمون که چهره آقای چگوارا رو میبینید وزارت کشورشون هستش. رطوبتش خیلی بیشتره و برای اینکه کیفیت سیگارا رو خوب نگه دارن سیگارا توی اینجا قرار میگیرن قبل فروش. بیاید قبل از اینکه جلوتر بریم یه چیزی بهتون توضیح بدم. کوبا مستعمره اسپانیا بوده تا سالهای زیادی و وقتی که اسپانیایی ها وارد کوبا میشن میخواستن که خب کارگر داشته باشن و خود جمعیت کوبا به اندازه کافی نبوده، گفتن خب چیکار کنیم، میریم از آفریقا برده میخریم و میاریم به این کشور و بعد میبینن که بازم نیروی کافی ندارن برای کارگری و گفتن خب حالا چی کار کنیم، بریم از چین کارگر وارد بکنیم به کوبا و این کار رو هم میکنن. حالا توی کوبا یک چاینا تاون وجود داره توی پایتخت کوبا هاوانا، ولی نکته ای که هستش اینه که شما دیگه هیچ چینی توی این کشور نمیبینید به خاطر اینکه چینی ها از این کشور رفتن، ولی استایل چاینا تاونشون یا همون دروازه ورودی که تو این تصویر هم میبینید هنوز هستش.
دوستان عزیز، ممنون میشم ویدیوهای ما رو لایک بکنید و سابسکرایب کنید به چنل ما. اگر که هنوز این کارو نکردید برامون کامنت بگذارید و به دوستانتون ما رو معرفی بکنید. این خیلی کمک بزرگی به ما میکنه برای اینکه ویدیوهامون، کارهامون و زحماتمون دیده بشه. پاینده و برقرار باشید تا ویدیوهای بعدی.